Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umidwar hastam ki jor o sehatmand o sar o hal boshin dar har goshay az dunya ke qarar darin libas o afiyat dar bar dashta boshin va dar halat amadai giraftan ba ramazan boshin. Va mawzu ra ke mikhoyam ba o ishara bokunum o is ke din ni'mat hast. Dindari yani ni'mat hast az taraf parvardigar. پروردگار می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. ما در دیگه بخشای صحبت نمی کنم، فقط امیرم میگم که میگه دین را برای شما نعمت است و دین اسلام را ما برای شما برگزیدیم و انتخاب کردیم. این دین نعمت هست. چطور نعمت هست؟ نعمت انسان قدر نعمت وقتی میدونه که یکی از چیزهایی را که پروردگار برش داده و او را دست بته، در او صورت است که قدر نعمت پروردگار را میدونه. مثلا کسی که چشم از دست بته، کسی که دندانش از دست بته، کسی که پایش از دست بته، کسی که یک عضو از اعضای بدنش از دست بته و هر چیز دیگه که باشه او را از دست بته، باز او وقت قدر نعمتهای پروردگار را میدونه. ما شما همیشه آب شیرین نوشیدیم، قدر آب شیرین را ندانستیم. اگر یک بار آب شور تلخ بنوشیم، بعد از او قدر آب شیرین را میدانیم. این دین نعمت هست. به خاطر چی نعمت است؟ بر انسان امیدواری میبخشه، بر انسان آسایش میبخشه، بر انسان شرم و حیا را که در این دین نهفته است در دیگر ادیان وجود ندارد. ما شما بسیار از نعمتهای پروردگار برخوردار هستیم. ایمان و باور داشتن به آخرت، به پروردگار، اینها همه نعمت هستند. قرآن خودش نعمت است، کتاب رهنماست. داشتن پیامبرها خودش نعمت هستند. عقیده داشتن با باورهای دینی خودش نعمت است. امید دین است که سبب از بین بردن استرس میشه، تشویشات میشه. کسایی که بدین هستند چرا دست به خودکشی میزنند؟ حتی پروفسورهایشان، حتی امو کسایی که ساینتست هایشان هستند خودکشی کردن، به خاطر که آسایش و آرامش روحی ندارن. بعض از اینها بیچارکو کوشش میکنن همیشه خود تفکر و مادیاتی دارن، کسایی که دین ندارن. وقتی که برشان پریشانی رخ میده یا میخوان خود خوش بسازن، برای چند لحظه موسیقی میشنون، باز او که میگذره باز هم یک خوشی کاذب او از بین میره. یا یک شراب می نوشن، باز هم که نشش رفت، باز هم او پریشانی و هم او جنجال است. به هر صورت هر کار که می کنن موقتی هست، دائمی نیست. بنابراین یک مسلمان که جگرخون می شه، برش پریشانی پیش می شه، او نارامی قلب و قلبش نارام می شه، دلش نارام می شه، او ایره می فهمه که پروردگار برش گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا بذکر الله تطمئن القلوب. جز این نیست که به یاد پروردگار قلب ها آرام میگیره. قلبت که آرام گرفت، روحت آرام میگیره، فکرت آرام میگیره، امو است که پریشانی های دور میشه. و این یک انسان بدین نداره، مسلمان وضو میکنه، نماز میخونه، ذکر میکنه. بهترین ذکر که است قرآن کریم است. بعد از او گفتن لا اله الا الله است. بعد از او استغفر الله است. بعد از او سبحان الله و بحمده. بعد از او سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. بعد از او لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الملك القدوس. این چیزهایی است که انسان از کار صبح شام از روزانه تکرار میکنه، برش آرامش میبخشه، سیدش برش آرامش میبخشه، یا کلش نعمت است. اینا را کسایی میدونند که از این چیزها محروم هستند. و اینمی از کار، تلاوت، نماز، شنیدن صحبت ها، اینها همه و همه نعمت هستند. انسان مسلمان باز اگر ظلم برش میشه، امیدوار است که اگر در این دنیای ظلم مرا کس بازخواست نکد، در آخرت پروردگار بازخواست میکنه. و همچنان ایمان داشتن به پروردگار برش قوت است. هر پریشانی آمد دست دعا بالا میکنه و از پروردگار کمک و معاونت میخواهد، در حالی که این نعمت ها به هر کسی میسر نیست. خواستم که همی را بگویم که ما و شما قدر از این نعمت ها را باید بدانیم.
سپاسگزاری بکنیم از پروردگار که ما را مسلمان خلق کرده است بر ما این نعمت ها را بخشیده است که سبب و آسایش آرامش شما میشه و بر ما فرموده است دین که بر شما هر تکلیف میرسه هر مصیبت میرسه در مقابلش اجر میگیرین پاداش میگیرین به مو اندازه که براتون مشکلات میرسه مثل فقر است مریضی ها مصیبت ها یا چیزی را دست میتین در مقابلش ثواب میگیرین درجاتتون بالا میره هیچ چیز به ضررتون نیست هم در دنیا و هم آخرت هر چیز خالی از حکمت نیست هر چیزی که دین بر ما گفته همیشه فلسفه داره همیشه حکمت داره و همیشه به نفع دنیا و آخرت ما است پس قدر نعمت های پروردگار را بدانیم مولانا می فرماید که شکر نعمت نعمتت افزون کند ور نگویی از کفت بیرون کند قدر نعمت های پروردگار را بدانیم از پروردگار سپاسگزاری کنیم به این نعمت هایش و همچنان از پروردگار همیشه بخواهیم که ما را از این نعمت ها محروم نسازد و تا آخرین رمق حیات ما را پایبند به دین اسلام داشته باشد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته